شهادت 14 تن از شیعیان هزاره در مناطق مرزی استانهای دایکندی و غور افغانستان با واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است. شماری از نهادهای حقوق بشری، احزاب سیاسی و فعالان مدنی این حمله را در تداوم نسل کشی هزاره ها و جنایت علیه بشریت دانستند. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. پیکرهای 14 تن از شیعیان هزاره که روز پنجشنبه 22 شهریور در مرز میان دایکندی و غور به شهادت رسیده بودند، روز جمعه به خاک سپرده شدند. این رویداد هولناک با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده و در تداوم نسل‌کشی هزاره‌ها و جنایت علیه بشریت دانسته شده است. آنتونیا گوترش، دبیر کل سازمان ملل، این حمله فجیع را محکوم کرده و بار دیگر بر حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان تاکید کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز خواهان پاسخگویی طالبان در قبال این حمله شده است. یوناما روز جمعه 23 شهریور با انتشار پیامی در ایکس این حمله مرگبار را محکوم کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که این حمله نشانه هایی از جنایات بین المللی را دارد و در مورد موجی از حملاتی که گروه سنی های تندروی داعش مسئولیت آن را به عهده می گیرد ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه آمریکا، سفارت ژاپن و وزارت خارجه ایران نیز با انتشار بیانیه‌هایی حمله علیه شیعیان هزاره در افغانستان را به شدت محکوم کردند. شماری از چهره‌های سیاسی، احزاب و شهروندان افغانستان هم به صورت گسترده به این حمله واکنش نشان داده و آن را در تداوم نسل کشی هزاره‌ها دانستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان با استفاده از هشتگ نسل کشی هزاره‌ها را متوقف کنید به این حمله واکنش نشان داده و از سیاست‌های طالبان در قبال هزاره‌ها و شیعیان انتقاد کرده‌اند. فعالان هزاره می‌گویند که حملات علیه هزاره‌ها در افغانستان به صورت هدفمند و سیستماتیک صورت می‌گیرد و آنها به دلیل هویت قومی و مذهبی خود هدف چنین حملاتی قرار می‌گیرند. آنها می‌گویند که این حملات با همکاری طالبان صورت می‌گیرد و از جامعه جهانی می‌خواهند که با به رسمیت شناسی نسل‌کشی هزاره‌ها مکانیزم‌های ویژه را برای تأمین امنیت هزاره‌ها در افغانستان به کار گرفته شود. در سالهای اخیر کشتار هدفمند هزاره‌ها به دلیل قومیت و مذهبشان در سراسر افغانستان افزایش یافته و این گروه قومی را به یکی از آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی تبدیل کرده است. با روی کار آمدن طالبان که خود به جنایات گسترده علیه هزاره ها متهم است، نگرانی ها درباره امنیت این شیعیان هزاره به شدت افزایش یافته است. یافته های رسانه های معتبر داخلی و بین المللی، نهادهای تحقیقاتی و دولتی طالبان در بدترین شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار دارند. برای صحبت بیشتر در خصوص آقای سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جاوید، لطفاً ضمن بیان آخرین اطلاعات از حادثه تروریستی روز گذشته بفرمایید ریشه این رخدادها بر علیه شیعیان که به صورت پی در پی در حال افزایش است چیست و طالبان در این ماجرا چه نقشی داره؟ با سلام خدمت شما و خدمت همه همکاران و بینندگان شما. شما هم در گزارش خود گفتین حدود 14 تن شهید شدن و 4 الی 6 نفر، مثلا نظر به چندین منابع 4 الی 6 نفر دیگر زخمی شدن. متاسفانه خبرهای جدید است که وضعیت مجروحین هم خیلی وخیم است، وضعیت خوب ندارم متاسفانه. اما خدمت شما عرض شد که کشتار شیعیان و مخصوصا کشتار هزاره ها در افغانستان تبدیل شده به یک تقریبا به یک فرهنگ، به یک استراتژی.
اینا در واقع داعش کسایی بودن که در عراق و سوریه اونا رو شکست خوردن و با انتقام شیعان وارد افغانستان شدن، چون بهترین فرصت و بهترین بستر به خاطر کشتار شیعان در افغانستان یعنی مردم هزارها دارن. علتش است که هزارها یک طبقه بسیار مدنی، مردم های بسیار حلیم، مردم های بسیار شریف بودن که همیشه با نظام ها همکاری میکردن تا یک افغانستان مدرن بسازن. متاسفانه همچون یک وضعیت پیش نیامد و هزارها همیشه مورد انتقام هم طالبان قرار گرفت و هم داعش قرار گرفت. در شرایط فعلی مسئولیت کشتار شیعه ها را در مجموع داعشی ها به عهده می گیرن و تقریبا احساس ما است که مثلا تحلیل ما از اوضاع است که در قبال کشتار هزاره ها طالبا یک همکار استراتژیک خوب برای داعش می تونه باشه، چون هدف اردو تقریبا همین نابودی هزاره ها و شیعه هستن و اشغال سرزمین از هستن، کوچ اجباری هستن. اما جای تاسف اینجاست که با وجودی که مثلا در افغانستان شیعه در حال قتل عام است و چندین بار است که در دوران طالب وقتی که قتل عام صورت میگیره حجم کشته شده بیش از حد بالا است و هیچ گونه مراجع قدرتمند شیعه چی در سوریه چی در عراق چی در ایران هیچ گونه اقدام را نکردن که بگن که والله خب ما از این مردم باید حمایت بکنیم، که عموماً توقع ما میره که مثلا مجتهدین یا بزرگان شیعه در سراسر دنیا یک عکس العمل در این مورد نشان میده، ولی ما عکس العمل های بسیاری از کشورها را بسیار از نقطه را میبینیم که فقط با یک تسلیت، با یک تقبیه، با فقط با یک کلمات بسیار عاطفی ابراز میشن و بعدا همینطور ما را دنبال هیچ پیگیری ندارن. ریچارد بینیت هم در چندین بار در گزارش های خود از وضعیت هزاره ها بسیار به شکل ناگوار است برای نهادهای مربوطه گفته بودن که خب باز از این مردم حمایت صورت بگیره، ولی متاسفانه دنیا با وجودی که ادعای مثلا اسلامی رو دارن، ادعای حفاظت از حقوق بشری دارن، در قبال کشتار هزاره ها هیچ گونه مسئولیت نگرفته و متاسفانه خیلی هم وضعیت هزارها در افغانستان خوب نیست. بله. آنچه که ما هزارها میخواییم است که او در هشتگ هزار جنوساید باید همه بپیونده و بخاطر حفاظت مردم هزارها ها که یک اقلیت است در افغانستان در یک جغرافی محاصره شده از اینا حمایت شد، و ما میخواییم که این مردم تحت پوشش حمایت های ملل متحد رفته تا این مردم بله. متشکرم از شما. سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت.